ساکش آوردن یک بند خدا نمیدون کی بوده ما سرکار بودم شما خونه بودی؟ نه سرکار گفتن یک ساک آوردن دیگه برادر بزرگش سر ساک با میکنه مینه یک دفترچه یه نوشته یه دیگه گریه میکنه این میگه چیه میگه هیچی میگه نه یک چیز هست که گریه میکنی گوا نام ای چیزی که حمید نوشته خاطرات ما برای او درم گریه میکنم نمیگه بهش دیگه بعد آمدن کم کم گفتن گفتن الان اسیر شده گفتن اسیر دیگه یک مدت گذشت اینا خبر نشد یک سال دو سال بعد رفتم چیز گفتن الان طلاقش اینا را آوردن بیان گل بذارن طلاقش هم بذارن همین یک گل گذاشتن و یک طلاق نه هنوزم نه فقط یک گل خواهش رو با یک طلاق الان 30 سال از اون روزا گذشته کسی روست از خدا مخواهدم خوابشو من میبینم مکم مادرش مثل که مخواب میبینم مکم آرزو کردم که اقلا یک سری خواب میبینم خواب اما به یک جور دیگه میبینم وقتی که تو خونه تنهایی با حسی شما صحبت میکنی؟ با هیچی میگم اقلا یک سری بشه قشنگ با خوابم بیاد بینم کجایه روش آزاده نیسته هرچی منا بهشتیه دوستاشون تعریف کرده حالا چجوری شهید شدن؟ چطور شده که پیکرشو برنگشته؟ میگم ما داشته مرفتم پیش روی میکردم یه خونپاره خورد بهش همون جا افتاد گفتم باشه که برگردم بیم ببرم مانده موقع برگشتن ها دیگه خیلی بچه ها رو ما ندیدم نه میگه شاد عراقی ها بردن آلا زنده بوده ایم اونا بردن خدا بهتر میدونم اگه یک روزی در خونتون باز بشه به حمید آقا بیاد خوشم چیکار میکنم؟ حتما میفتم قلبو میگیره حتما بعد 30 سال بیاد هر بحثن خدا دیگم من یاد بگو بیا چکا میکنم خواست خدا هرچی باشه یا مرم یا هستم نمیگه خدا بده هنوز که چشم انتظاره برای که نه پلاک این چیز آمده یک استغونی هم نیامده که خاطر ما جمع باشه همی استغون آمده و فقط یک پلاک یک دنه گل هم گذاشتم پلاک هم نداره خب یه پس یک گلی هم بله همون دست گلی که به جای حمید آقا به خاک سپردیم سر مزارشون باشون صحبت میکنیم ما بیشتری با همی چی صحبت میکنیم اونجا که کسی نیست با عکسش هر جا باشه روش آزاد باشه خدا اونا که بهشتی هست آزادم حتما هست
ما فقط ولد و رکس پسره میگه یک روی چی کرده بود یک نورانی شده بود که ساب ندار. ما انگار ما رمزون بود آمده بود مرخصی رفت، نمیدونم 16 بود 12 بود چندم بود اینا. ما یک هفته بود در روزی بود که اینا نه از یکی خبر داشتم نه از یکی خبر داشتم هیچ کدومشون دیگه. یه دفعه از طرف بنیان شهید بود، نمیدونه از طرف سپاه بود کی بود، آمدن از ما خبر بگیرن. اینا هم از که خبر داشته بودن، یه چیزی میدونستن اینا. آمدن گفتن خب چه خبر داری از بچه ها، چه خبر داری اینا. گفتم ای بابا، ای پستچی هم نامرسین هم با ما قهر کرده، نه از اویی که خبر میره نه از اینی که خبر میره. دیگه همونجا نشسته بودم با همینا که صحبت میکردیم، صدا زنگ در حیات آمد، گفت پستچی. گفتن خوشحال شدن، گفتم نه آمد. دیگه نامه آورده بود، دلن درست یادم نیست از کدویکشان بود. نامه آورد، مثل که از اویی که سرباز بود از او آورده بود نامه. گفتم فقطم ما خوبه. بعد اینا گفتن که ایم نامم داده بوده قبل از که به صابچه یک عملیات اینا داشتن. تو عملیات مثل که یک چی بوده که به صاب مخفی بوده چیشان، اینا هیچی نگفته بودن. یک عملیات داشتن اینا، شب پاتک داشتن اینا. دیگه رفتن چی کردن اینا، و یعنی از گفته های دوستشان اینا، خواهرها که اینجا خانه بودن یک آدرس به ما دادن، هلال احمر. گفتن شما برین اونجی، ما هنوزم نمیفهمیدم چی شده، ولی او اتفاق، ولی اونا خبر داشتن، هیچی نگفتن به ما. آدرس داشتن، گفتن این آدرس بگیر، عکسم ببر اونجا بده هلال احمر. دیگه ما رفتم و اینا، دیگه نامه دادن چی کردم اینا. بعد دیگه همجو بلا تکلیف بودم تا دوستاش آمده بودن. یه پسر بزرگ من برش زن شیرینی خورده بودم، سربازیش تموم شده بود. بعد گفتم که بساب چه کنم، زنش عقد کنم اینا، شیرینی خورده بود اینا. بعد باباش مثل که دوستای ما حمید من دیده بودن، گفته بودن بیان اینا چه کنم صحبت کنم اینا. بعد گفته بودن نه الان هیچی نگیم، ما میخوایم او پسرم زنشو بیاریم، عقد عروسی یکی بودن. بله حاج آقا به ما هیچی نگفته بود الان میخوایم زنشو بیاریم، الان چی نکنن اینا. دیگه ما عروسی او رو گرفتم، زنشو آوردم و اینا. دیگه بعد گفته بوده ما چی داشتیم، پاتک داشتیم. ماشه میرفتم یه خمپاره میاد میخوره وسط، حمیدتان میفته چون که ما میخواسته پیش روی کنم چی کنم. رفتم وقت برگشتم ما چیش ندیدم، نه زنده نه چیش، هیچ چیش ندیدم. دیگه اما جو چی بود و اینا. دیگه بعد چند وقت ساکش آوردن، دیگه بعد به من گفت که ایجوری شده اینا، دیدن که خمپاره آمده خورده به همون جا او افتاده. اینا بیش روی داشتن رفتن، وقت برگشتن هیچی ندید. دیگه خبر نشد. دیگه مفقود الاثر بود تا اولین تشییع جنازه بود که آوردن شهدا، یک مقدار آوردن اینا. دیگه ما دیگه وقتی چی شد ما خیلی بیتابی میکردم، گریه میکردم اینا. دیگه یه چند روز بعدش گفتن شما چون که بیام معلم تشییع جنازه شما بیام بیان با هم اینا تشییع کنن. ما یک دسته گل تشییع کردیم، دیگه چیزی چی نکردیم، ما هیچی ندادیم. و دوستاشم گفتن که ما ندیدیم، ما وقت برگشتیم هیچی نبود. چند دفعه رفتم به همو هلال احمد، رفتم بر هر جا آدرس دادن، رفتم چی کردم اینا، هیچ جا ندیدم. یک سری هم که خیابون کسنگه یک جی بود که بسا
فیلم گذاشته بودن یک سری شهدا اینا رو اکثر اینا نشون دادن تو اونم نگاه کردم ندیدم نه نه دوست دارید ما تا وقت جنگ نبیم جنگ وقتی که این اسرا آزاد شدن و اینا چی کرده هنوز چشم برا بودم امیدوار بودم ولی دیگه جنگ تموم شد و اسرا آمدن و چی کردن و دیگه گفتم اگه اسیر چیزی ما بود می آمد دیگه ما تا وقتی که هنوز اسرا بودن امید داشتم هنوز بیرون می رفتم تو اتوبوس تو خیابون دنبال می داشتم ما گفتم نکنه یه وقت آخر نکرده یه وقت چی کرده حافظش از دست داده هر جا بود دنبال می داشتم نمیدونم تحملش دارم یا نه هیچی نمیگم فقط مارم بوسش میکنم